توی این ویدیو میخواییم در مورد یکی از زنان شجاع و دلیر ایرانی بعد از ورود اسلام به ایران صحبت کنیم و ببینیم چطور این زن تونست با شجاعت خیلی زیادی در جنگهای مهم ایران شرکت کنه و چه اثری در تاریخ سیاسی ایران در 500 سال اخیر داشته. در طول تاریخ ایران بعضی از زنان ایرانی نقش مهمی در اتفاقات دوران خودشون داشتند، طوری که در حفظ و نگهداری حکومت‌ها یا در تغییر مسیر تاریخ ایران اثرگذار بودند. شجاعت، دلیری و حتی درایت این زنان در مقایسه با مردان زمان خودشون به حدی بیشتر هست که شنیدن داستان زندگی اونها باعث افتخار و غرور هر ایرانی میشه. این زن تاجلو یا تاجلی بیگم یا شاه بیگی خانوم، همسر جنگجوی شاه اسماعیل صفوی و مادر شاه طهماسب صفوی هستش. مطالب گفته شده در این ویدیو تماماً از منابع معتبر تاریخی گرفته شده و هیچ دخل و تصرفی در اون صورت نگرفته. مهمترین این منابع شامل این کتابا هست. کتاب عالم‌آرای صفوی نوشته یدالله شکری، کتاب تاریخ ایلچی نظامشاه نوشته خورشاه ابن عباد حسینی و کتاب جنگ چالدران نوشته نصرالله فلسفی، کتاب بهروز خانوم نوشته فؤاد فاروقی. همچنین پیشنهاد میکنیم برای درک بهتر این ویدیو علاوه بر خوندن این کتابها ویدیو مربوط به جنگ چالدران رو که در کانال ما هستش ببینید. با شما میخواییم به حدود 500 سال قبل، یعنی سال 1486 میلادی برابر با سال 864 هجری خورشیدی به شهر موسل بریم. در این شهر از خانواده ترکمان دختری به دنیا میاد که بعدها به نام قدرتمندترین و تأثیرگذارترین زن در طول تاریخ امپراتوری صفویان و حتی حکومتهای بعدی تا به امروز شناخته میشه. پدر اون محمد بیگ از درباریان آقیونلوها بود که در موسل زندگی میکرد و بعد از مدتی به دربار امیر حسین کیای چلاوی یا چلاوی که در منطقه مازندران و سمنان امروزی حاکم بود وارد میشه و تا زمان حمله شاه اسماعیل همونجا زندگی میکنه. در کتاب تاریخ ایلچی نظامشاه درباره چگونگی ازدواج شاه اسماعیل با تاجلی بیگم نوشته شده، در جنگی که شاه اسماعیل صفوی با امیر حسین کیای چلاوی داشت، بعد از پیروزی شاه اسماعیل صفوی در بازدیدی که از اسیرها داشت چشمش به دختری زیبارو میفته و از معتمدانش میخواد تا اون دختر رو از سایر اسیرها جدا کنند و بهش رسیدگی کنند. زیبایی اون دختر به حدی بود که هوش از سر شاه اسماعیل صفوی برد و دلباخته خودش کرد و در نهایت در سال 881 خورشیدی در حالی که حدود 17 سال داشت به ازدواج رسمی شاه اسماعیل صفوی در میاد و با لقب تاجلی بیگم شهبانوی اول ایران میشه. حاصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای طهماسب میرزا، بهرام میرزا، پریخان خانوم، مهین بانو خانوم بود. تاجلی بیگم به خاطر روحیه جنگاوری که داشت خیلی سریع در شمشیرزنی و سوارکاری و تیراندازی با کمان مهارت‌های زیادی به دست میاره. توانایی اون در جنگاوری زبانزد قزلباش‌ها بود، طوری که به تنهایی میتونست با چند مرد جنگجو بجنگه و اونها رو شکست بده. تاجلی بیگم علاوه بر روحیه جنگاوری زنی بسیار زیبا، باهوش و باسیاست بود. به همین دلیل شاه اسماعیل اون رو عاشقانه دوست داشت. عشق شاه اسماعیل به تاجلی بیگم به حدی بود که در وصف اون شعر هم میگفت. شاه اسماعیل هر وقت برای شکار میرفت در کنارش تاجلی بیگم حضور داشت، طوری که درباریان و قزلباش‌ها کنار هم بودن شاه اسماعیل و تاجلی بیگم رو ستایش میکردن و حتی گفته شده هر وقت درباریان و یا سران قزلباش مورد غضب شاه اسماعیل قرار می گرفتن
از شهبانو تاجلی بیگم درخواست وساطت و کمک میکردند تا شاه اسماعیل اونها رو عفو کنه. بر اساس کتب تاریخی شاه اسماعیل صفوی دو همسر رسمی داشت به نامهای بهروز خانم و تاجلی بیگم که هر دوی اونها رو خیلی دوست داشت. اما در جنگ چالدوران بهروز خانم اسیر عثمانی میشه و هرگز پیش شاه اسماعیل بر نمیگرده. تاجلی بیگم به خاطر درایت و سیاستی که داشت در دوران حکومت شاه اسماعیل صفوی تونسته بود بین قزلباش‌ها محبوبیت و احترام به دست بیاره. مهمترین جنگ‌هایی که تاجلی بیگم در اون حضور داشت و شجاعانه می‌جنگید نبرد با ازبکان و جنگ چالدوران بود. یکی از چهره‌های رشید سربازان ایرانی در جنگ چالدوران شهبانو تاجلی بیگم همسر جنگجو و وفادار شاه اسماعیل صفوی است که دوشادوش شاه اسماعیل و سربازان ایرانی در دشت چالدوران می‌جنگید. حضور تاجلی بیگم در جنگ چالدوران باعث ایجاد انگیزه برای سایر زنان ایرانی برای حضور در جنگ چالدوران و دفاع از سرزمین خودشون شده بود. تاجلی بیگم نقابی چرمی به صورتش میزد و با گروهی از قزلباشان فدایی خودش در دشت چالدوران چنان میجنگید که کسی از دست اون جون سالم به در نمیبرد. اون تونسته بود در میدون جنگ خیلی از سربازان عثمانی رو از پا در بیاره. در کتاب عالم‌آرای صفوی گفته شده وقتی شهبانو تاجلی بیگم خبر اسیر شدن شاه اسماعیل رو میشنوه، برای آزاد کردن شاه اسماعیل به همراه قزلباشان فدایی خودش چنان جنگ سختی با سپاه عثمانی خبر رشادت تاج از پشت به شاه اسماعیل میرسه و خودش رو سریع به همسر جنگجوی خودش میرسونه و از اون میخواد تا از میدان جنگ خارج بشه. اما تاجلی بیگم همچنان با سربازان عثمانی در حال نبرد و کسی توان مقابله با اون رو نداشت. ینیچری ها به گمان اینکه با یک مرد سلحشور در حال نبرد هستند، برای خسته کردن اون برای مدتی نفر به نفر با اون می‌جنگیدند و از ترس جون خودشون جای خودشون رو به ینیچری دیگه‌ای می‌دادند. تاجلی بیگم در ابتدا با حمله به سربازان عثمانی چند نفر از اونها رو از پای در آورد تا اینکه از فرط خستگی تصمیم گرفت به جای حمله حالت تدافعی بگیره تا بتونه از صحنه جنگ خارج بشه. در همین حین یکی از سربازان عثمانی با شمشیر ضربه‌ای به بازوی تاجلی بیگم میزنه، اما تاجلی بیگم همچنان مردانه میجنگید. نبرد تن به تن و جراحات وارده باعث خستگی و ضعف در شهبانو تاجلی بیگم شده بود. سربازان عثمانی که متوجه خستگی و ضعف در این شمشیرزن نقابدار شده بودند با حمله به اون می‌خواستند که با یک ضربه شمشیر سر از تنش جدا کنند. اما تاجلی بیگم به خاطر سرعت عمل بالا و خم کردن خودش مانع از اصابت ضربه دشمن شد. اما شمشیر سرباز عثمانی به کلاخود تاجلی بیگم می‌خوره و کلاخود به زمین می‌افته. موهای بلند و زرین تاجلی بیگم نمایان میشه و سربازان عثمانی که تا اون لحظه فکر میکردن که با یک مرد دلیر میجنگن، با دیدن این وضعیت تازه فهمیدن که یک زن ایرانی باعث کشته شدن بسیاری از سربازان عثمانی شده. تاجلی بیگم توان و رمقی به تن نداشت. به همین خاطر سربازان عثمانی با هجوم به یک باره اون رو اسیر کردن و به نزد سردار عثمانی به نام اسکندر پاشا بردن و داستان جنگیدن این زن جنگجو رو تعریف کردن. سردار عثمانی با تعجب از زن جنگجو خواست تا نقاب از صورتش برداره. تاجلی بیگم نقاب از صورتش برداشت و چهره زیبای اون همه را بهت زده کرد که یک زن زیبا روی چطور میتونه جنگاوری ماهر باشه. عثمانی ها به خاطر اینکه این زن جنگجو رو اسیر کنن بسیاری از سربازان خودشون از دست داده بودن و این موضوع برای سردار عثمانی خیلی گرون تموم شده بود. سردار عثمانی از زن جنگجو میخواد تا خودشو معرفی کنه. زن جنگجو با اینکه خسته و زخمی بود شجاعانه در مقابل سردار عثمانی میایسته و میگه من تاجلی بیگم همسر شاه اسماعیل صفوی هستم.
سردار عثمانی که شنیده بود در صحنه جنگ چالدوران زنان ایرانی دوشادوش مردان دلاورانه می جنگیدن، اما باورش نمی شد که زن شاه اسماعیل صفوی هم در میانه جنگ باشه. اسکندر پاشا اسیر شدن تاجلی بیگم رو فرصتی مناسب برای ارتقای درجه خودش می دید. پس دستور داد تا با احترام تاجلی بیگم رو برای درمان زخم‌ها پیش طبیب ببرن. از طرف دیگه شاه اسماعیل که به اتفاق تعداد کمی از قزلباش‌ها تونسته بود از معرکه جنگ فرار کنه، فکر می‌کرد که همسرانش به خصوص تاجلی بیگم همراه اون هستن. اما در میانه راه تبریز متوجه میشه که هیچ یک از همسران اون همراهش نیستن و کسی خبری از اونها نداره. شاه اسماعیل بیدرنگ خواست که به دشت چالدوران برگرده، اما قزلباشان جاننثار مانع برگشتن اون شدن. تعدادی از قزلباشان داوطلب برگشتن به دشت چالدوران شدن تا خبری از زنده یا مرده بودن زنان شاه اسماعیل بیارن. قزلباشان داوطلب به دشت چالدوران برگشتن و بعد از گذشت حدود یک روز تنها فقط یک نفر تونست پیش شاه اسماعیل برگرده. اون قزلباش به شاه اسماعیل خبر داد که به خاطر وجود تعداد زیادی از زنان ایرانی کشته شده در جنگ چالدوران و جراحات وارده و سوختگی شدید، اجساد قابل شناسایی نبودند و به احتمال زیاد همسران شاه اسماعیل کشته شدند. شاه اسماعیل به خاطر کشته شدن زنان ایرانی و از دست دادن همسران خودش بسیار غمگین بود و آرزو میکرد که هیچ یک از آنها اسیر عثمانی نشده باشند. از طرف دیگه به گفته برخی از منابع تاریخی، تاجلی بیگم یک شب تا سه شب در چادر سردار عثمانی تحت الحفظ نگهداری میشد و طبیبان زخم‌های اون رو درمان میکردند. طبق منابع تاریخی عثمانی و ایرانی، تاجلی بیگم در فرصتی مناسب با لباسی مبدل تونست از اردوگاه عثمانی فرار کنه و به سمت شاه اسماعیل بره. در مورد فرار شهبانو تاجلی بیگم، کتاب‌های تاریخی عثمانی و ایرانی هر یک به زعم خودشون مطالبی رو روایت کردن. مثلا برخی نویسندگان گفتن که تاجلی بیگم با دادن گوشواره گرانبها به سردار عثمانی آزادی خودش رو میخره. بعضی هم نوشتن که قبل از فرار سر سردار عثمانی رو میبره و بعد از اردوگاه عثمانی فرار میکنه. اما اون چه که مسلم هستش، تاجلی بیگم بعد از فرار از اردوگاه عثمانی خودش رو به شاه اسماعیل میرسونه. شاه اسماعیل که فکر میکرد همسرانش در جنگ چالدوران کشته شدن، از دیدن تاجلی بیگم خوشحال میشه. اما این خوشحالی زیاد طول نمیکشه، چون با رسیدن خبر اسیر شدن بهروز خانم، زن دیگه شاه اسماعیل، ناراحتی اون بیشتر شد و غمی بزرگ در دل اون جا گرفت. در مورد جنگ چالدوران قبلا ویدیویی ساختیم که پیشنهاد میکنم برای درک بهتر این موضوع اون ویدیو رو حتما ببینید. بعد از جنگ چالدوران و تبعاتی که اون جنگ برای صفویان و ایران داشت، شاه اسماعیل دچار افسردگی شد و نسبت به امور مملکت داری کم توجه شده بود. در این دوران بود که تاجلی بیگم نقش مؤثری در انجام امور دولتی داشت، تا اینکه بعد از مرگ زودهنگام شاه اسماعیل صفوی در سن 36 سالگی، تاجلی بیگم با حمایت‌های بعضی از سران قزلباش، طهماسب میرزا، فرزند ارشد شاه اسماعیل و تاجلی بیگم رو به پادشاهی ایران میرسونند. کودکی و بی تجربه بودن شاه طهماسب باعث شد تاجلی بیگم قدرت زیادی در دربار پیدا کنه و تا زمان بزرگ شدن شاه طهماسب حدود 14 سال در دربار صفوی قدرتمندترین فرد محسوب میشد. تاجلی بیگم ملکه مادر شده بود و لقب نواب الیه رو کسب کرد. و چون تبدیل به رابط بین شاه طهماسب و درباریان شده بود، شاه طهماسب اون رو شاه بگی خانم، یعنی والا مقام ترین بانوی دربار هم خطاب میکرد. تاجلی بیگم علاوه بر سیاست،
به فعالیت‌های عمرانی علاقه زیادی داشت و از زنان خیر دوران صفوی محسوب میشه. حرم فاطمه معصومه در سال 898 خورشیدی به دستور اون بازسازی میشه و ایوان شمالی اون ساخته میشه. شهبانو تاجلی بیگم همچنین دستور ساخت و یا بازسازی بسیاری از بناهای مهم در اون زمان رو صادر میکنه. از جمله بازسازی پل دختر و ساخت عمارت گنبد در اردبیل. شهبانو تاجلی بیگم در دوران حکومت شاه طهماسب خیلی تلاش کرد تا قدرت قزلباش ها رو در اداره دولت از بین ببره. اما اونها از تصمیم ملکه مطلع شدند و وقتی قدرت خودشون رو در خطر دیدن بین شاه و ملکه مادر دشمنی ایجاد کردند. قزلباش ها با شایع پراکنی مدعی شدند که ملکه مادر قصد برکناری شاه طهماسب و به سلطنت رسوندن بهرام میرزا برادر کوچکتر شاه طهماسب رو داره و میخواد حکومت رو به تنهایی اداره کنه. این کار قزلباش ها باعث بدبین شدن شاه طهماسب نسبت به مادرش میشه و در نهایت شاه طهماسب زمانی که از جنگ با عثمانی برمیگرده مادرش رو به شیراز تبعید میکنه. قزلباش ها که هنوز حضور تاجلی بیگم رو به عنوان خطر جدی محسوب میکردن تنها چند ماه بعد از ورود شهبانو به شیراز در سال 918 خورشیدی به وسیله شربتی زهرآلود اون رو مسموم میکنن تا جان به جان آفرین تسلیم کنه. به گفته برخی از مورخین شهبانو تاجلی بیگم رو با احترام در قطعه بی بی دختران شاهچراغ در شیراز دفن میکنن. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین از شما تشکر میکنیم. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنین و برای دیگران هم ارسال کنین.